پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا. بنگر که شده کرد با بلا میهن خون با، بنگر که شده کرد تو بلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا. سلام بر همه شما هموطنان عزیز. در برنامه ویژه محرم از سیمای آزادی به تجلیل از آن قیام حسینی نشسته ایم. راستی حقیقت قیام حسینی چیست؟ طرح یک فلسفه شورانگیز و پایه‌ریزی یک بنای عظیم در تاریخ انسان، بنیانگذاری و تثبیت سنت سرخ ایستادگی در برابر ظالم برای تمامی بشریت و پیام شکست نهایی برای همه ظالمان طول تاریخ. با ما در تجلیل از این قیام با شکوه تاریخ در مسیر آزادی و آزادگی همراه باشید. آخر کجا نوشته در سوره های قرآن، تیر خلاص نفرت بر مغز نوجوانان. تا که یزید باشی بر دختران ایران، تا چند زن ستیزی شلا و دازندن. اسلام این نباشد قرآن نگفت این را، اسلام این نباشد قرآن نگفت این را. به نام خدا، و با تعظیم و تکریم در پیشگاه سید الشهدا حسین علیه السلام، و با سلام و درود فراوان به سایر قهرمانان شهید کربلا، و کلیه شهدایی که به راه آنها رفتند،
و همچون ستارگانی در آسمان آزادی و رستگاری بشر درخشیدند، سخن را آغاز می‌کنیم. صحبت را با آیاتی از قرآن مجید، با آیاتی که مضمونش مناسبتی با مسائل و با شهادت و قیام حسین ابن علی داشته باشد شروع میکنیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون العهد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبة الدار. جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. آیاتی از سوره رعد بود خواندم. مضمونش این است که خداوند آب را از آسمان فرو می فرستد، سیلاب در زمین جاری می شود و هر وادی به قدر اندازه خود آن را به خود می گیرد. سیل کفی بلب می آورد، همانطور که آهن فلز که اون را برای به دست آوردن متاعی یا زینتی می گدازند کفی بلب می آورد. خدا این چنین مثل می زند، اما کفها
کفها که مظهر باطل و بی پایه و بی اساسند به کناری می روند. ولی آنچه که به نفع مردم است آن در زمین جایگزین و برقرار می گردد. خداوند حق و باطل را چنین مثال می زند: کسانی که پروردگار خیش را اجابت کردند، به پروردگار خیش پاسخ مثبت دادند، اونها از حسن و نیکی، از فرجام خوب برخوردارند. و کسانی که پروردگار خیش را اجابت نکرده و به دو اسیان ورزیدند، فرجام ناخوشایندی دارند، اگرچه هرچه در زمین است و یکی هم مثل آن را در این راه داشته باشند و فدا بکنند. آنها جایگاهشون جهنم است و چه بد فرجامی است. آیا کسی که به حقانیت آنچه که بر تو نازل شده آگاه است، با کور دلی که حقانیت اون را انکار می کند یکیست؟ همانا که فقط صاحب خردان هستند که به هوشند و متذکر می گردند. کسانی که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان خود را نمی شکنند و آنچرا که خدا به وصل و ادامه آن امر داده اون را وصل می کنند. کسانی که از پروردگار خیش بیم دارند و از بدفرجامی و بدحسابی می ترسند. و کسانی که در جهت خدا در پی روی پروردگار خیش استقامت و مقاومت ورزیدند. آنها که نماز را به پا داشتند و از آنچه که به دست آورده بودند در آشکار و نهان انفاق نمودند. و آنها که بدیها را به نیکی دفع کردند. آنها پایان نیک، خانه آخرت خوب از آن آنهاست. اونها در بهشت وارد می شوند و تمام صالحین از اجداد و ازواج و از اولادشان و ملائکه و فرشتگان از هر طرف بر آنها وارد می شوند و می گویند: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. اما کسانی که پیمان خدا را می شکنند و آنچرا که خدا به وصل و ادامه آن امر موده آن را قطع می کنند و در زمین فساد برمی انگیزند، اونها ملعونین هستند و اونها پایان بدی برایشون در انتظار است. خب، مناسبت اصلی صحبتمون از پیش تعیین شده و روشن است: عاشورا. اما امروز با مناسبت‌های دیگری نیز مواجه هستیم. اما ما به خصوص از انقلاب حسینی، از نهضت عاشورا و از فلسفه آن صحبت خواهیم کرد، چرا که اولا این مناسبت خاص اجتماع ماست و در ثانی اون حقیقت و فلسفی که از آن صحبت کردم در عاشورا و در نهضت حسینی است که با درخششی بی نظیر همچون فروغ جاویدان بر تارک تاریخ بشر می درخشد و الهام بخش تمام آزادگان و وارستگان تاریخ است. اما وقتی بخواهیم از عاشورا صحبت کنیم، صحبت را از کجا شروع کنیم؟
چون نهضت حسینی به قدری با شکوه و با عظمت است که در هر نقطه آن هزاران درس نهفته است. آیا از فلسفه شهادت صحبت کنیم؟ آیا صحنه عاشورا را، صحنه نبرد عاشورا را در کربلا و قهرمانی های آن را تصویر کنیم؟ یا از شخصیت های نامدار این ماجرا، از زهیر، از مسلم، از هانی، از قیس، از عباس، از حبیب ابن مظاهر و یا بانوی قهرمان کربلا از زینب کبرا سخن بگوییم؟ هر کجای این مسئله را که بگیریم، ساعت‌ها می شود درباره آن صحبت کرد و چنان که گفتم از آن درس فراوان گرفت. اما ما سعی خواهیم کرد از فلسفه عاشورا صحبت کنیم، به خصوص که وقت تنگ است و خواهران و برادرانی هم که در بیرون ایستاده اند در زیر سرما و احتمالاً باران قرار دارند. سعی خواهیم کرد از فلسفه عاشورا صحبت کنیم و از پیام عاشورا به عنوان راهنمای عمل برای هر کسی که خود را پیرو حسین می داند. قاعدتاً ما قصد وقایع نگاری و قصه گویی نداریم، ما تاریخ را از این دید نمی نگریم، بلکه سعی می کنیم فلسفه را و پیام را دریابیم و از اون به عنوان راهنمای عمل، به عنوان راهنمای زندگی بهره گیریم. خطی را که ما دنبال خواهیم کرد این است. اما برای همین ناگزیریم اشاره‌ای به وقایع تاریخی که در جریان عاشورا و در قیام حسینی پیش آمده بکنیم. من سعی خواهم کرد این اشارات هرچه مجمل و کوتاه باشد و اگر فرصتی شد آخر سر نتیجه ای از آن گرفته شود. پرچم شرف به کف ایستادی تا امید تازه ای در سپهر این جهان جون
نسل بیداران نهادم بر دوش لوای سرداران، ز موج و طوفان ها گذشته ام بی باک، تنین هیهاتم رسیده تا افلاک. این دست ماندگار در یاد روزگار یزید دوران کنون به پا خیزد. سرزمین من، سرزمین رز، سرزمین ایستادگی، در تو عشق و زخم و رنج را این نهای آزادگی. این درس ماندگار یاد روزگار میماند. این صدای اشرف است که در نبرد بی‌شکست برای سنت مجاهدین اشرفی که در برابر ظلم حاضر میگن، در روزهایی که یادآور قیام حسینیه باید پس از سلامهای بیشمار بر حسین و یارانش خالصانه ترین درودها رو نثار پویندگان راه حسین کنیم، کسانی که در تاریک ترین ظلمات دوران میهنمون، یعنی در عهد آخوندهای مرتجع دین فروش، بر ارزشهای حسینی پا فشردند و به دیکتاتور نگفتند. پرچم هیئت حسینی رو در مقابل هر گونه تسلیم طلبی و سازش بلند کردند و با نثار همه چیز خود شاخصی برای عزت و شرف خلقشون شدند. اونها که با تمسک به مقتدای تاریخی و آرمانیشون امام حسین تا به آخر ایستادند و در مقابل هر آزمایش و ابتلایی سینه سپر کردند. گویی چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، گویی چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، گویی چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، گویی چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، گویان که این راه بسی خون و خطر دارد، گویی چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، بس خانه به دوشی و همی رنج سفر دارد، گویی چه باک از هر سوی در این راه بلا خیزد، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، بسیار ز تو دشمن بدکار تو خون ریزد، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، هر روز حصار است و بسا آتش و خون دارد، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، در هر قدمش از همه جا توطئه می بارد، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، گویند که زندان و اسیریست در این میدان، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، هر چله در آن آخت تیریست در این میدان، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی، گویند که این راه بدان تیر و تبر دارد، گوییم چه باک از آن ما مرد و زن جنگی،
عشق حسین اوخ شدن دادن سر دارم. این چه باگ از آن آمد و زن جنگی. راستی چرا امام حسین برخاست و چرا امروز هم اشرفیان، مجاهدین و همه پویندگان راه حسین پا به راه او میگذرن و سر به آستان او میساین؟ پاسخ روشنه. ظلم و ستمی که بر جامعه حاکمه و مردم از فشار ستم اینگونه به سطوح اومدند، آیا نمونه های ظلم کمه؟ آیا این روزها نمیبینیم که چطور دارن بر سر و صورت زنان و دختران میهنمون اسید میپاشن؟ از یک طرف دارن با نام حسین عزاداری میکنن و نون اون رو میخورن و از طرف دیگه در حق ملت ایران ظلم و جنایت میکنن. اما عاشورا در تاریخ تأثیرات انگیزانندش رو گذاشته و شورش ها به پا کرده و قافله بشری رو به پیش برده. آن روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری بود. مراسم حج شروع شده بود و طبق سنت اسلام تا پایان روز 13 ذی‌الحجه کسی نباید مکه را ترک می‌کرد. شعار لبیک اللهم ربنا لبیک از زائران برخاسته بود. اما خبر پیچید که در همین روز امام حسین از مکه حرکت خود را به سمت کوفه شروع کرد. زیرا لبیک گفتن به ندای خدا از نبرد با حاکمیت استبدادی و ستمگر می گذرد. شب قبل بسیاری سراغ امام حسین آمدند تا او را از ستیز جویی با یزید باز دارند. از برادرش محمد حنفیه تا فرزندان خلفا و خیلی دیگر از بزرگان مکه و مدینه. اما امام حسین تصمیم خود را گرفته بود. در آخرین لحظات کاغذی خواست و در آن خطاب به طایفه بنی هاشم نوشت: هر کس از شما با من بیاید شهید خواهد شد و هر کس نیاید به پیروزی دست نخواهد یافت. یک لشکر به فرماندهی عمر بن سعید بن عاص به سرعت از طرف یزید به مکه اعزام شده بود تا امام حسین را وادار به بیعت کند و الا او را در همان مکه بکشد. اما قبل از اینکه این لشکر در مکه مستقر شود، امام حسین مکه را ترک کرد. اولین درگیری در خروجی مکه بین گروهی از ماموران فرمانداری مکه صورت گرفت. آنها از این وحشت داشتند که اگر امام حسین از مکه خارج شود، بسیاری از مردم به او خواهند پیوست و سلطنت یزید با بحران بزرگی مواجه خواهد شد. ماموران این گردان به امام حسین گفتند: کجا می روی؟ به مکه برگرد. آیا از خدا نمی ترسی که از جمع مسلمانان جدا می شوی و میان امت تفرقه میافکنی؟ امام حسین به آنها آیه 41 از سوره یونس را خواند. کار من به خودم مربوط است و کار شما به خودتان. شما از کار من بیزاری و من هم از کار شما بیزار. امام حسین از پذیرش خواست ماموران حکومتی سرباز زد. درگیری و زد و خوردی صورت گرفت. اما ماموران نتوانستند جلوی خروج امام حسین به سمت کوفه را بگیرند و کاروان به حرکت خود ادامه داد. سهرای پر توفان فتاده یار مظلومان، نظر دارد
پادشاه خوبان به دریا غالب اتشام رسیده ظهر عاشورا گرفته در بغل مولا گل سرخ دلارا را نهاده رو سوی میلا میان لشگری از کین علم بر دوش شاه دین ز خون شکر بلا رنگین فدا شد بر سر پیمان سلا داده جفا کاران خیانت پیش غداران به تیر خود کران دارم چه ها کردی دو با مهمان منم اینک تک و تنها امید زینب کبرا زنم من تیغ و بی پروا به اردوی شبن دیشا شود سیراب و تیغ من الهی قوم بی ایمان منو فریاد هیهاتم منو رمز اشاراتم بخانید از کراماتم منو هفتاد و یک قربان منم آغاز بیداری به خونه تا ابد جاری شدم در این شب تاری چراغ راه هر انسان اگرچه نیز باریده به چشم و سینه با دیده ولی از دشت غم دیده پیامم رفته تا ایران ز خونم شاله ها خیزد که با ظلمت دراویزد که تا ظلمان ستم باشد ندارد قسم پایان ز خونم شاله ها خیزد که با ظلمت در آویزد که تا ظلم و ستم باشد ندارد قسم پایان ندارد قسم پایان. ایها العشاق کوی عشق میدان بلاست تا نپنداری که کار عاشقی باد هواست کی تواند هر کسی رفتن طریق عشق را زان که هم در منزل اول فنا اندر فناست عشق می‌ورزی نخست از سر برون کن خواجگی شا اگر در کوی عشق آید در این صورت گداست واقعیت اینه که مجاهدان و پویندگان راه حسین همگی با فریاد حاضر حاضر خودشون سوگند پایداری در راه امام حسین خوردن و در امتداد راه حسین خونشون روشن کننده مسیر برای مردمان شده. می جنگم تا پایان می جنگم تا پایان می جنگم تا پایان می جنگم تا پایان از عشق تو لبریز می جنگم تا پایان ای با خشمی آتش خیز می جنگم تا پایان ای الگوی رادی می جنگم تا پایان ای سردار آزادی می جنگم تا پایان جنگ آور صف در صف دارم پرچم بر کف نسلی جان افشانم
رهپوی میدانم با عشقی حسینی می‌جنگم تا پایان، من با آل خمینی می‌جنگم تا پایان، با ظلم و استبداد می‌جنگم تا پایان، ای سازم ایران آزاد می‌جنگم تا پایان، جنگ آور صف در صف دارم پرچم بر کف، نسلی جان افشانم رهپوی میدانم، از عشق تو لبریز می‌جنگم تا پایان، ای با خشمی آتش خیز می‌جنگم تا پایان، ای الگوی رادی می‌جنگم تا پایان، ای سردار آزادی می‌جنگم تا پایان. مرگ بر اصل ولایت فقیه، 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 مرگ بر اصل ولایت هشدار تا از دست ندهی، هشدار تا از دست ندهی، که کاروان زندگان می‌گذرد. زندگان بی هیچ رنگ و زیب و زینتی. هشدار غفلت محرومت نسازد، چرا که هر روز روز عبور کاروانی است، هر روز روز عبور کاروانی است. تو در کدام خیمه اسیری؟ کاروان می‌گذرد. تو در کدام خیمه اسیری؟ تو بر کدام مشغله پابندی؟ تو در کدام خیمه اسیری؟ تو بر کدام مشغله پابندی؟ هر روز روز عبور کاروانی است. تو در کدام دکان دل به زندگی بستی؟ هر روز روز عبور کاروانی است. کاروان می‌گذرد. تو در کدام دکان دل به زندگی بستی؟ تو در کدام حجره غفلت به لهو بنشستی؟ تو می توانی خود را به خواب زنی، تو می توانی خود را به خواب زنی، بهانه ای به تراشی. من از کجا بدانم که ای کاروان رسیده؟ من از کجا بدانم که ای کاروان رسیده؟ اما هر روز هر روز هر روز 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 هاست، هر نقطه نقطه آغاز، هر روز 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 هاست، هر نقطه نقطه آغاز. از پوست ثانیه ها صدای جرس را میشنوی؟ گوش کن. از پوست ثانیه ها صدای جرس را میشنوی؟ چشم باز کن. عبور قصه را میبینی؟ لحظه دریافتن فرا رسیده. آیا تو پشت میکنی؟ لحظه دریافتن فرا رسیده. کاروان میگذرد. آیا تو پشت میکنی؟ آیا تو پشت میکنی به کوبش دستان سرنوشت؟ آیا تو پشت میکنی؟ بر درگاه قلبت حسین است،
بر درگاه قلبت حسین است با کاروان سرخش. من پیمان با خون خدا ارتش آزادی بر پا، من پیمان با خون خدا ارتش آزادی بر پا. بنگر که شده کرب و بلا میهن خون با، بنگر که شده کرد تو بلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی بر